ورود پناهجویان به مجارستان در ماه های اخیر با اکسال های گوناگونی در محافل سیاسی این کشور همراه بوده است. از سوی دیگر مجارستان در ماه های اخیر در کانون توجه رسانه های بین المللی قرار داشته. در این میان برخی جوامع مذهبی مجارستان نیز به موضوع پناهجویان واکنش نشان دادند. سلطان شولاک رهبر جامعه مسلمانان مجارستان بیش از هر چیز به دادن آزادی کافی به پناهجویان برای اجرای مناسک مذهبیشان تاکید می کند. او در مصاحبه با یورونیوز میگوید یک روش برای پذیرفتن پناهجویان مسلمان رفتار عادلانه با آنهاست. این بسیار مهم است. اگر به این مسئله از دید اسلام بنگریم مهمترین چیز برای مسلمانان اجرا و فهم درست دین اسلام است. یهودیان <تصفح> در کنار مسلمانان بخش دیگری از جامعه مذهبی مجارستان را تشکیل می دهند. آنراش ایسلر، رهبر جامعه یهودیان مجارستان، به مسئله پناهجویان از زاویه دیگری نگاه می‌کند. او می‌گوید: "اگر به تاریخ نگاه بیاندازیم، نمونه‌های فراوانی میابیم می که مسلمانان و یهودیان مسالمت آمیز با هم زندگی کردند و توانستند جامعه ارزشمند را شک دهند. بنابراین، گمان نمی‌کنم که دلیلی برای نگرانی جهت همزیستی دوباره با یکدیگر وجود داشته باشد. بسیاری از پناهجویانی که وارد کشور مجارستان شدند از کشورهای جنگ زده چون سوریه و افغانستان هستند. علیرغم نظرهای خوشبینانه رهبران مذهبی، رهبر جامعه مسلمانان مجارستان بر نظر خود مبنی بر آشنا نبودن پناهجویان با عادتهای سرزمین تازه تاکید می کند. او می گوید بسیاری از مردم در اروپا به ویژه در اینجا در اروپای شرقی تراموش می کنند که برای نمونه پناهجویی که از افغانستان آمده از سرزمینی جنگ زده میآید افرادی که به اینجا میآیند هرگز در جامعی عادی چون جامعه ما زندگی نکردند. رهبر یهودیان مجارستان نیز با غیر منطقی خواندن ترس از ورود پناهجویان میگوید گمان نمی کنم که ترس از دیگر مذاهب منطقی باشد ما باید از تروریسم واهمه داشته باشیم وظیفه دولت و اتحادیه اروپا شناسایی پناهجویان با گرایش های تروریستی است وظیفه آنهاست تا خطر ورود تروریسم را کم کنند